سلام رفقا ما دوباره برگشتیم با یه اپیزود جدید است قرار بود که هر موقع حرفی برای گفتن داشته باشیم بیایم در واقع دور هم جمع بشیم یه سری صحبت ها رو بکنیم یه تشکر تا هم من میتونم قبلش بکنم از تمام کامنت هایی که روی اپیزود قبلی اومد خیلی احساس همدردی کردن خیلی ها در واقع همزاد پنداری کردن کلی مسیج باحال گرفتیم و دیدیم که چقدر امید وجود داره توی این در نسلی که دارن این انقلاب رو جلو میبرن توی ایران و کسایی که توی ایران هستن ام شاید تا حدی شو خودمونم شاید من فکر نمی کردم انقدر امید وجود داشته باشه ولی دم همگی هم مرسی از همه بچه ها و تمام در واقع حمایتی که روی اپیزود قبلی کردن این اپیزود رو میسپارم به کارون ببینیم که در مورد چی میخوایم صحبت کنیم آره حالا اپیزود قبلی رو که من سلام فکرم نکنم سلام اه... سلام ما سلام باهم. سلام همه اپیزود قبلی رو که رفتی من موقع سب هیچ ایده نداشتم که چه بازخوردی میگیریم اصلا ما میتونیم تو این شرایط مفید باشیم نمیتونیم چه کارهایی میشه انجام داد به خاطر اینکه حالا تو خود اپیزود هم اشاره کردیم که ما که این ور قضیه خارج از کشوریم همیشه این حس بده رو داریم که خب جون ما که در خطر نیست برعکس کسایی که توی ایرانن و حرفایی که ما اینجا میزنیم ممکنه خیلی نامربوط باشه و این حس بدی به همه ماها میده که ما اونقدری تاثیرگذار گذار نیستیم خطر جانی برای ما نداره و حالا ما بیایم اینجا صحبتی بکنیم اثر گذاریش به اون اندازه آدمای توی ایران نیست برای تمام این دلایل اپیزود قبل رو که کار کردیم مطمئن نبودیم چی میشه بعدش تاثیر داریم نداریم ولی خب دقیقا به خاطر همون دلیلی که ایمان گفت کامنت هایی که ما گرفتیم حالا توی جاهای مختلف متوجه شدیم که تاثیر داریم و حداقلش اینه که اون فضای حالا صمیمی رو میتونیم ایجاد کنیم یه ذره ذهن کسایی که توی ایران از در واقع خفقان و اون شرایط پرفشاری که هست خارج بشه و بدونن حالا همه ماهایی که این بریم. فکر و قلب و دلمون همه در واقع با آدم توی ایرانه روی این حساب ما تصمیم گرفتیم که این قضیه رو ادامه بدیم هر موقع که حرف برای گفتن داشته باشیم این کار رو انجام میدیم حالا توی این قسمت من تصمیم گرفتم که راجبه در واقع دو تا موضوع کلی صحبت بکنم یکیش راجبه حالا یه ذره بحث تاریخی تاریخ به نسبه معاصر در واقع اتفاقاتی که توی این رژیم افتاده و شاید ماها خیلی بهش اشراف نداشته باشیم در واقع جنایاتی که علیه ایرانیان شده یه بخش راجع به اون صحبت میکنم یه بخش هم در واقع شروع میکنم یه مبحثی رو مبحث پروپاگاندا که تمام رژیم های توتالیتر ازش به عنوان یه ابزاری استفاده میکنن که در واقع اهداف خودشون رو پیش ببرن اون بحث رو امروز شروع میکنم دوست دارم که هفته آیدم ادامهش بدم اگه بتونم واقعا اون چیزایی که منابع موثقی که مد بهش پیدا کنم و اون جمع وری کنم همه این رو آره هم هیچ کدوم شما به عنوان کارشناس نمیزنیم هیچ وقت هم همچین ادعایی نداشتیم همیشه دامون این بوده که حالا یه در واقع محفل خودمونی طور هست و با همون زبون خودمون نشستیم دور هم دیگه شما هم دوستای ما عزیزای ما راجع به موضوعات صحبت میکنیم شاید حالا در واقع این کمک بکنه و این کاری باشه که از دست ما برمیاد من یه چیز ادامه حرفهای ایمان بگم که تشکر کرد در مورد اکانت اینستاگرام خود که هست که یه جا رسید ما دیگه گفتیم اوکی یه اکانت جدید میسازیم و یکی فعالیت رو شروع میکنیم دوباره اینستاگرام که این کار هم کردیم خیلی هم دم همه گرم اومدن حالا فالو کردن ساپورت کردن اون اکانت جدید ولی یهو اکانت اصلیه بعد چند روز اومد و لایف شد پنگش واقعا هم یه یکی از شنوانده ها به ما اطلاع داد که برگشت بگیش دمه همه یکم اره یه ایسه دیگه من بگم قبل از این که تو بخوای شروع بکنی میترسم برای زیاد مرتبط نباشه حالا در راستای صحبت هایی که هفته, هفته پیش کنه دو هفته پیش بود دیگه دو هفته گذشت اپیزود قبلی ما صحبت کردیم این در واقع به صرف این که ما دور هم دیگه جمع بشیم و با هم دیگه صحبت بکنیم یه سری در واقع چیزها رو بازگو بکنیم به نظرم برای خود ما هم خیلی مفید بود کامنت هایی هم که میخوندیم برای حالا شنونده ها مفید بود این حس در واقع کنار هم بودنه به خاطر اینکه خب تا, تا بوده در واقع این حکومت سعی کرده آدم رو از هم دیگه جدا بکنه الان هم همین در واقع با همین پروپگنده هایی که مالا کارون احتمالا توضیح میده قصد بر جدایی بوده همیشه ولی الان نیاز داریم که دور هم باشیم با هم صحبت بکنیم و اینا خیلی میتونه کمک بکنه حالا من دیگه بیشتر از این صحبت نمیکنم و میسپارم به تو که آره ولی حرف خوبی زدی بذار بیشتر, بیشتر راجع بهش حرف بزنیم الان خب شرایط سختی همه ما حال حالمون خرابه اصلا شکی توی ام. موضوع نیست فشار رومونه حالمون خرابه از این منظر فشار رومونه به خاطر اینکه هیچ از ما توانایی انجام روتین گذشته زندگیمون رو نداریم حالا یه بخشی هم هست من یه آوردم به همین موضوع اشاره میکنه تنها راهش اینه که با همدیگه صحبت کنیم تنها راهی که وجود داره اینه که صحبت کنیم اون هم دلی هم در رو که ببینیم متوجه میشیم که چقدر روی همدیگه تاثیر داریم حالا خیلی جالبه همین استوریایی که آدما میذارن من یکی از دوستان بود یه استوری گذاشته بود خب ممکنه مثلا تو اون خبری که اون استوری هست رو جایی دیگه دیده باشی ولی این خودش یه متن خیلی ساده هم نوشته بودا ولی متن اینقدر دلگرم کننده بود درد چند تا جمله بود من که خوندم خیلی حس خوبی پیدا کردم و بهش گفتم که ما باید در واقع با این ادبیات از این به بعد با هم دیگه صحبت کنیم متنهای دلگرم کننده متنایی که در واقع احساساتمون رو نشون میده و در واقع اون حس همدلی و کنار هم بودن رو تقویت میکنه و قضیه هم چیزی جز این نیست و واقعیتش اینه که یه ریشه راستی هم توش دویده دیگه یعنی علکی که نمیخوایم امید واهی که نمیخوایم بدیم یعنی واقعا نسبت به اتفاقی که داره میفته و نسبت به پیروزی های کوچیک و بزرگی که روزانه آدما دارن توی سطوح مختلف چه توی خیابونا چه توی حالا سطح سیاسی توییتر چه با هم دیگه حالا به توافق رسیدن های هر چیزی که هست اینا رو میشه جشن گرفت یعنی این چیزایی که حکومتی که الان وجود داره سعی میکنه جلوش رو بگیره از اینکه انتشار پیدا بکنه و سعی میکنه نذاره در واقع این به گوش همگی برسه با استفاده از تمام نیروها و ابزارهایی که داره حالا اونا هم به هر حال یه سری نیرو و و یه سری اتاق فکرایی دارن که معمولا ناموفقه ولی وجود داره ولی همش در واقع میگم این امیده نه واهیه نه دروغینه واقعا داره اتفاق میفته بله، بریم حالا پیج قبلیمون که باز شد یه سری کامنت ما گرفتیم یکی از حالا عزیزانی که از خیلی قدیم ما رو فالو میکرد گفتن که بر ما خیلی جالب گفتن که من پیج جدیدتون که ساخته بودید ما یه پیج جدید ساختیم فرزاد گفت خود, خود که 2. آره که پیج اولیه ما اصلی ما یه 12700 نفر فالوور داشت جدید در که ساختیم فکر به 700 نفر رسید 12000 تا افتاده و یکی از عزیزان به ما گفتش که من جدید رو فالو نکردم چون میدونستم قبلیه یه روز باز میشه خیلی جالب یه دیگه هم بود حالا من اینو نوشتم آوردم گفته بودن که دفعه بعدی که قرار فصل جدید شروع بشه امیدوارم انقدر اتفاقات خوب افتاده باشه که ندونیم از کدوم حرف بزنیم فرهاد یواشکی شیرینی بخوره فرزاد از شکار هندونه جدیدش حرف بزنه کارون غرق دوپامین و سروتونین باشه ایمانم هم خوشحال ترین میزبان اون برنامه درست بغزی بشید هم اتون جلوی من بعد تو باید ادامه آره شما بشید من ادامه بدید خیلی آره حالا داستانی که این روزها حال همه ما انسان های ایرانی یه جوره آمیزه ای از عشق و غم و امید و افسردگی و خوشحالی و خشم و همدلی و یک عالمه حس دیگه ای که شاید قدیم اصلا توان درک وجودشون رو نداشتیم یادم حالا اون اپیزود هواپیما رو که رفتیم اون حجمه احساسات منفی به حدی بود که همه ما زمینگیر شده بودیم ولی توی این مجموعه احساساتی ای که من الان گفتم میبینید یکی در میون مثبت و منفی میشه و این نکته مثبت قضیه است چون حس منفی که سالهای سال بوده 44 سال وجود داره اون حس غم و سنگینی و تاریکی هست ولی چیزی که الان فرق میکنه اون حس امیدواری و همدلی است که قدیم و نداشتیمش یه مجموعه استوری من دیدم فکر کنم شرح حال خیلی خوبی باشه احتمالا خیلیاتون <تصفح> خونده باشیدش من گفتم خالی از لطف نیستش که اینجا بگیم میگه که این روزها وسایلم رو گم میکنم به کارهایم نمیرسم تکالیفم را انجام نمیدهم نمیخواهم کار جدیدی قبول کنم چندان میل به تفریح ندارم مدام خبرها رو چک میکنم ویدیوها رو میبینم تحلیلها رو میخوانم و به کاری که از دست من برمیآید فکر میکنم اینها روایت این روزهای بسیاری از ما هستند این روزها بیش از آن که خود فردی همیشه ایمان باشیم بخشی از یک کل آسیب دیده و نگران هستیم و بیشتر به عنوان بخشی از آن و با دقدقه آن زندگی می کنیم خود تجربه پیچیده است و بخش مهمی از آن را نسبتهایش با دیگران اشیا و موقعیت ها می سازند. آن نسبت که امن باشند و کارشان را بکنند خود ما بیشتر تجربه فردی می شود و به دنبال علایق و خواسته های می رویم. اما آن نسبت ها که آسیب ببینند به ناگزیر توان و توجهمان میرود سمت آنها و تلاش برای بازیابیشان پس عجیب نیست که این روزها گم کنیم نرسیم نتوانیم نخواهیم و همه حواسمون باشد که اگر امکانی وجود داشت کاری برای همه بکنیم ما این روزها داریم بیشتر به عنوان بخشی از یک کل زندگی میکنیم این دقیقا اون چیزیه که خیلی برای همه ماها جدیده میگه که اون خودی که هست کیفیتش سلامتش در در واقع رابطش با اشیا و خودهای دیگه دوروبر ماست اونا که درست کار نکنن ما بخشی از اون کل هستیم اونا که درست کار نکنن اون خود فردی ما دیگه معنی قبلش رو نداره کاری که همیشه میکردیم رو نمیتونیم انجام بدیم همه محل انجی نه درست کار میکنیم نه درست نمیدونم غذا میخوریم تفریم هیچ کدوم از کارهایی که قبل درست نمیتونیم انجام بدیم به خاطر اینکه کل در واقع مریض هست یه کلی هست که آسیب دیده و همه ما بخشی از اون هستیم همه ما حالا آسیب دیدیم همه زخم داریم برای همینه که خیلی از کار رو نمیتونیم انجام بریم و این حالا روز هممونه یه چیز هم از ساید هدف مشترکی الان وجود داره یعنی این حالا یا هدف یا درد مشترک هر چیزی که میخوای اسمشو بذاری الان احساس میکنم یه هدفی بالاتر از هدف شخصیمون الان وجود داره یعنی اگر هم که داریم یه کاری انجام میدیم در راستای یه کار گروهی هست در واقع یک پیروزی گروهی است که داریم کار رو انجام میدیم نه اینکه واقعا به هیچ کاری نرسیم شاید اولویت کار قبلیمون برای ما الان خیلی کمتر شده تو این شرایطی که وجود داره خیلی شام نمیرسیم حالا آره. میتونیم مثال بزنیم ولی دقیقا به هم... یه تیکش اشاره میکنه که خیلی وقتو به این فکر میکنیم ما چه کاری میتونیم برای اون کل انجام بدیم دقیقا ما به همون دلیل تصمیم گرفتیم که این قبل اپیزود رو ادامه بدیم که اگه مثلا حالا بقول بچه که کامنت داده بودن اگه طول روز رفتن و نمیدونم کتک خوردن فرار کردن ترسیدن شب بیان حالا حداقل توی محیط آرومی بتونن همچین حرفایی که ما اینجا داریم میزنیم و گوش بدن اگرم کسی پشت پنجرهشون داره نره میکشه که پاش بیفته ناموس و بچه همون هم میکشیم یه انگشت وسطی نشون بدن و این صحبت رو بقیهش گوش بدن که همه ما جزمون کله هستیم و اون آدمی که پشت پنجره نهره میکشی اصلا چی میگن داخل آدمی ذات حساب نمیشه این از این خب که به یه ادبیاتی پای بندیم بگن آره متاسفانه نمیدونم که هم باید پای بند باشیم آها خب بریم اون بخش اول گفتم جنایاتی که انجام شده و شاید ماها خیلی حواسمون بهش نباشه ببین اون اخیراش که مثلا آبان 98 داستان هواپیما بود که همون زندگی کردیم هممون داستانشو دونیم. ولی یکم که از اون دور بشی ممکنه خیلی توی خاطر هممون نباشه آقای چیز جورج اورول توی کتاب 1984 که اون دیستوپیا رو در واقع شرح میده یه بخش خیلی جالبی داره اونجا یه در واقع چندین تا حکومت توتالیتر توی دنیا هستن که اینا مدام در حال جنگن با هم بعد اون داستانی که اون شخص داره توش زندگی میکنه یه در یه لیدری داره به اسم بیگ برادر بعد این آدم خب حالا حرفای زیادی رو <leme enfant> زده یه بخشش خیلی جالبه من همیشه تو ذهنم هم هست اینه که یه اداره وجود داره توی اون دنیاه توی اون دیستوپیاه <routinely> که کارش اینه که برن نگاه کنن حرفایی که این بیگ برادر زده قدیم و الان درست نیست توی قدیم عوضش کنن یعنی چی یعنی که بیگ برادر مثلا اومده گفته امسال تولید گندم مثلا اکس تونه بعد اصلا میشه یک سومه سو اکس تون کار این اداره اینه که برن تمام روزنامه ها مجلات تمام اسنادی که در گذشته هست که این گفته اکس تون رو عوض کنن بکنن یک سوم اکس و برن بهش بگن که به همه نشون بدن که درست بوده اصلا اشتباهی که وجود نداره مثلا آره این داستان رو ما هم داریم و دقیقا به خاطر همین دلیل ممکنه ما در واقع شرح دقیق اون جنایاتی که گذشته انجام شده رو تو ذهن هممون نباشه اش <applause> اعدام های سال 67 که ممکنه خیلی از ماها شنیده باشیم ولی میگم جزئیاتش رو یادمون نباشه که ظاهرا حکومت توی اون مرداد و شهریور 68 هزاران نفر عدد از هزار خوردهی من دیدم تا چهار هزار خوردهی رو اعدام میکنه دلیلش چی بوده؟ اینو ربطش میدم به عملیات حالا تو ایران بهش میگفتن مرساد فروغ جاویدان مجاهدین مجاهدین بعد از انقلاب میرن توی عراق کمپوینا داشتن به کمک ارتش بست چهار مرداد 67 به ایران حمله میکنن بعد اون موقع به, دست... به دستور رهبر وقت یه هیئتی تشکیل میشه که این هیئت بین خانواده در قربانیان به هیئت مرگ مشهوره تو این هیئت مرگ کیا بودن حسین علی نیری حاکم شرع وقت مرتضا اشراقی دادستان وقت ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفى پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین بین میگن هیئت مرگ چهار نفر آره چهار نفر اصلی دیگه بیشتر اینا کارشون چی بوده اینا میرفتن توی این زندان ها اکثرا اعضای مجاهدین اعضای مجاهدین می به علاوه حالا یه سری آدمانی زندانی سیاسی معمولا چپگرا مثل فدایان اکثریت حزب توده یا آدمانی به اینا میگفتم اصلا یه سری سوال ساده ازتون داریم که ممکنه منجر به آزادیتون بشه سوالا رو من چند تا نمونهش میگم جواب این سوالات ممکنه باعث شه حکم اعدام بگیرن مم. به یه طرز وحشتناک مثلا از مجاهدین میپرسیدن که آیا زندانی به آرمان های سازمان مجاهدین وفادار است طرف میگفت آره حکم اعدام میگرفت آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود جلوی دوربین هست آره اعدام از چپا میپرسن آیا به قرآن نه اعدام اگه حاضر <applause> آره <باشه>. نه, <applause> بیبست... شاید, واقع شاید واقعا از اون برم اگه آره ادام آه زیاد بایدن نبوده مهم نبوده جابش. ولی خب کی حاضره بره از یارای سابقش و جلو تلویزیون لوه چپا آیا به قرآن معتقدید نه ادام آیا در کودکی پدر شما نماز میخوانده قرآن میخوانده روزه میگرفته بعد توی این بین کلی آدم بودن که اصلا دوره زندانشون تموم شده بود اینا رو نگه داشتن این سوالا رو ازشون پرسیدن بر اساس جواب اینا رو میفرستادن یه اتاقی وصیت نامه رو نوشتند و شبانه اعدام قتل عام توی گورستانی به اسم گورستان خاوران نزدیک تهران اسمش رو احتمالاً زیاد شنیدی گور دست جمعی هست اینا رو همه رو شبانه اونجا دفن میکنن و اصلا خیلی از خانواده تا چند ماه بعد متوجه نشده بودن که چه اتفاقی افتاده حالا یه سری مطلب هم هست که اصلا قبل اینکه این مجاهدین بخوان عملیات حالا فروغ جاویدانشون رو شروع کنن یه همچین طرح برنامه بوده قبل از این داستان شروع شده ولی حالا خیلی اونش اهمیتی نداره به هر دلیلی اینا شروع میکنن یه همچین جنایتی رو انجام میدن بعد آیت الله حسین علی منتظری که همه همون موقع قایم مقام رهبر بودن خیلی پست بالایی بوده دیگه موقع نفر شماره دو بوده و قرار بوده حالا بعد از رهبر وقت ایشون بشن رهبر اون موقع مخالفت سریعش رو اعلام میکنه فایل صوتیش اخیرا چند سال پیش در اومد متناش هست نامه ها هست دستنوشته ها هست مخالفت سریعش رو اعلام میکنه میگه که شما رو در آینده جز جنایتکاران در تاریخ می نویسن. که پیش بینی کاملا درسته هم بوده از اونجاست که ایشونو حبس خانگی میکنن این داستان حبس خانگی اینا یاد طولایی دارن همیشه حبس خانگی کردن مختص موسوی و کروبی نیست حبس خانگی میکنن و اصلا از بدنه حکومت جدا میشه و بعدم که فوت میشن اونجوری تسلیت میگن آره اونجوری یه... شجیریه بگو من نمیدونم اگر حالا نیست آره مونجد. داستان اینه که از خود بدنه یه حکومت آدم های رد بالاشون هم با این جنایت مخالفت میکنن ولی به هر دلیل دستور از بالا میاد اینا رو میگم اعداد مختلفی از چند هزار نفر رو بدون محاکمه یعنی خلاف قانون اساسی خودشونه دیگه قوه قضاییه که تو ایران وجود نداره هیچ چیزی که مستقل نیست اعدام میکنن گوره دست جمعی چند سال پیش هم یه سال یه سال پیش بکنن میخواستن گوره اصلا خراب کنن انقدر حالا سلام مادران خاوران جلوشو گرفتن و حالا واچه که میدونم حداقل خراب نشده اون گوره ولی شما ببینید دیگه چند هزار نفر رو فرتی اینجوری از بین میبرن بعد اخیرا یه توییتی زدن عزیزان ارزشی با این که باید با آدم الان مثل داستان 67 برخورد بشه واضحه واضحه آره واضحه بشین که یه همچین اتفاقی بیفته و اینو سالهای سال اینا به مدل های مختلف بهش پرداختن هیچ وقت تکذیبش نکردن که همچین چیزی بوده تفاصیل مختلفی ازش هست این دادگاه اخیر محمد نوری بود داره اون توی همین آدمای اینا بوده همه شهادت دادن و اینا یه جوری اومده بود خارج گرفتنش و دادگاهش کردن و اینا همش مربوط به اون قضیه است این جنایت سال 67 بزرگ وحشتناک توی تافزی تاریخی هممون هم, هم لزوما نیست وحشتناک بریم مورد بعدی کوی دانشگاه اینو ما ها بچه بودیم خیلی شنیدیم احتمالا 18 تیر سال 78 یعنی انگار مثلا هر در 11 سالی بار باید این کارا رو انجام بدن دیگه سرکوب شدید بکنن موقع روزنامه اون دولت چیز بود دیگه خاتمی بود دولت خبت اصلاحات خبت بود یه ذره انگار مثلا فضا داده بودن آدما امیدوار شده بودن و اصلاحات بود و نم نه... تحکیم تح... 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 وحدت بود و دفتر تحکیم وحدت یه ذره فرق داشت میکرد با آدم ها باور کرده بودن که اه... شاید اه... ناز... اصلاح پذیر باشه اصلاح پذیر باشه نیاز به تغییرات رادیکال نباشه خب بعد اه... روزنامه سلام 15 تیر 78 نامه محرمانه سعید امامی به قربان علی دوری نجف آبادی وزیر اطلاعات رو چاپ میکنه که توش از وضع فرهنگی کشور ابراز نگرانی شده بود و خواستار محدودیت هایی برای اهل قلم جهت سازماندهی و کنترل فضای فرهنگی کشور شده بود دادگاه ویژه روحانیت میاد روزنامه سلام رو به خاطر چاپ این نامه محرمانه پنج سال توقیف میکنه و خود روزنامه رو روزنامه اصلاح بوده دانشجوها طرفدارش بودن چیز میکنن تظاهرات میکنن در واقع اعتراض میکنن اعتراض مسالمت آمیز دیگه باید تو قانون اساسی از حق هر گروهیه انصار حزب الله بعد اینکه دانشجوها تظاهرات میکنن به اعتراض میکنن به بسته شدن این روزنامه میرزن تو خوابگاه از شب تا صبح بچه های خوابگاه رو میزنن فیلماش است وحشتناکی دستگیر میکنن چندتا کشته میده یه فیلمی هستش که من اخیرا دیدم دست و پای بچه رو بسته بودن از بالای پشت روی داره هل میدادن پایین این اوه خیلی فیلم های وحشتناکی هست بعد اون موقع شاید یادتون باشه عکس احمد باطبی در اومد اون کسی که لباس خونی دوستش رو تیشرت خونیش رو گرفت بالا این عکس خیلی معروف شد روزنامه اکونومیست چاپ کرد بعد این بند خدا رو کردنش زندان شکنجه های وحشتناکش کردن ولی بعد نه سال زندان بالاخره تونست خارج بشه الان هم فعال خارج از کشور آره بعد یه عکسی اون موقع در اومد آقای قالیباف اون موقع فرمانده نیروی هوایی سپاه بود نشسته روی موتور هزار چماق به دست که خیلی هم با افتخار یه جایی گفته بود که آره ما مهم نیستش که من فرمانده بودم اما موقع میرفتم کف خیابون جمع میکردن ادبیاتشون هم که دیدید دیگه جمع لوم... کردن هم. یه لفظ آچمز هم دارن انگار گازنبوری آره. گازنبوری آره اونو میگم ادبیاتشون هم دیدید دیگه لومپنن و اینا افتخار میکنن به لومپن بودنشون دانشجوی مملکت آینده مملکت رو با هم میرفتیم جمعشون میکنیم این عکسی در اومد بعد این داستان حال گازنبوری که فرزاد شرکت انتخابات 92 بود این اخیره دیگه یادمونه این مثلا اومد روحانی رو تخریب کنه گفتش که ما اون موقع تقاضا داده بودیم روحانی شورای امنیت ملی بود چی بود همین داستانی بود ما تقاضا دادیم که تجمع برگزار بشه شما مخالفت کردید به روحانی داشت میگفت یعنی مثلا قالیباف اونجا شده بود حامی آزادی بیان روحانی شده بود کسی که سرکوب کرده گفتش که ما میخواستیم تجمع برگزار کنیم شما گفتید نه این کارو نکنید بعد اونجا حالا دست روی دست بسیار از روحانی جوابش داد که نه شما میخواستید بچه ها رو جمع کنید گازم بهشون حمله ام. کنید چیشون کنید و ما نذاشتیم که آره بعد این داستان اخبار شریف که اون همه ذهن به صورت خودکار رفت روی کوی دانشگاه یعنی ما اون صبحی که بیدار شدیم و خبر شریف حال صبح اینجا بود دیگه خبر خونی همه ترس و لرزمون این بود که دوباره کوی دانشگاه جدیده دیگه که حالا رژیم برای اینکه ایجاد روبا وحشت بکنه خیلی من حس میکنم واقعا یه سری از این تصمیمات رندوم دیگه به صورت تصادفی و تصمیم میگیرن برن حمله کنن دانشگاه شریف به صورت تصادفی و داستان اوین پیش میاد هیچ کس هم نمیفهمه چی شد چرا یا یکی رفت اون بالا آتیش زد فیلمش هست دیگه اینا که نمیتونید بگید ساخته ای چرا ولی به صورت تصادفی یه سری خرابکاری میکنن یه جای میگه خودشون بی, برنامه این کار آره. نه که بی برنامه دلیلشو کسی نمیفهمه فقط یه اخبار وحشتناکی میاد یه سری فیلم آقا زندان ایوین که آدم عادی که نمیره اون بالا یکی داره یه چیزی میریزه تو آتیش گور میگیره این آدم های این آدم خودشون دیگه ولی کسی نمیفهمه چرا مثلا تو چرا یه روز حمله میکنی به شریف چرا یه روز اون کارو میکنی بجز اینکه بخوای فضای رو به وحشت ایجاد کنی این از این این دو تا جنایتی که یه دور شده بود از از هان ما گفتم والا هواپیما و 98 و آبان 98 و بعدش هواپیما و نمیدونم اون کشتی و داستان واکسن و اینا اخیرتر بیشتر یادمونه ولی اینا دوره 88, 88 آخه اینقدرم زیاده اصلا تو الان یه سریشو گفتی من یادم رفته بود اصلا داستان کشتی و اینا رو اصلا یادم سایش. نبود که اتفاق افتاد آره دیگه آخه چیز دیگه داستانی که تروماتایس که میشینه برای مردم عادی ترامایه برای حکومت عامل خوشبختی و خوشحالیه برای ماها تروما و مغز به صورت خودکار حالا روانشناسه میدونن دیگه صحیح از اون ترامای فاصله بگیرن تو یادت میره که خیلی عذاب نکشید مثلا یادمون رفته بود که اومدن گفتن واکسن خارجی حرامه واردش آره. از این دغدغی دیگه این همه آدم کشته شد دقیقا به خاطر همچین تصمیمات خودشون که همه واکسن درست حسابی زدن این اینا رو یادم میاد چون اینا شما این از این این دو تا جنایتی بود که بعد نبود راجع بهش صحبت کنیم بعد کوی دانشگاه هم در واقع اینطوری بود که تو دو سانس حمله کردن یعنی یه بار حمله کردن شب قبل از در واقع نیمه شب و اینا و تموم شد ساکت شد دوباره برگشتن یعنی طرف های صبح دوباره این اتفاق افتاد که دو بار حمله کردن این همه فهم کردن اوکی دیگه مشکلی نیست همه رفتن توی خوابگاهشون و دوباره حمله کردن از که شیشه صبح اینا بود یه سری داکیومنتری آلمان شروع کردم دیدن که واقعا دیدن اینا الان خالی از لطف نیست یعنی آدم خیلی چیزا یاد میگیره نسبت به اتفاقای گذشته و این ارزشمند آره بعد های خودشون این ور دارن اشغال میکنن رو پول و ثروت و اینا بعد از ازشون هم پرسیده بودن چرا گفته بودن من بهم گفته که دیگه ایران جای شما نیست بعد مثلا میگن که معدب باشی تو بعد به فوش بدی بابای تو کرد، اینه که ایران به این وضع افتاده دیگه میتونیم هنوز سه چیز بگیم بعد روش بوخ بذاریم همیشه دیگه نه آره حالا یه دیگه این دو تا جنرات اصلا خود شد آه یه چیزی هم من بگم یه تجربه عجیب غریبی داشتم من این داستان احمد باطبی رو که داشتم دوباره میخوندم حالا قدیم بچه بودم زیاد شنیده بودیم داشتم داستان احمد باطبی رو میخوندم و آدم الان ماها توی شرایط استرس و فشاری هستیم که خودمون متوجهش نیستیم حالا من خودم چون دسترسی به احساساتم خیلی سخته نمیفهمم چقدر توی شرایط اضطراب و در واقع انگزایتی هستم این داستان احمد باطبی و شکنجه که من داشتم میخوندم اصلا چیز شدم میگه دیگه نمیتونستم ادامه بدم از روشم بیا دراز بکشم و نظر سقف رو نگاه کنم تا دوباره بتونم برگردم به قضیه اینو اشاره کردم که اینکه مدام ماها خودمون رو در مرز این اخبار و وقای وحشتناک قرار میدیم تاثیر میذاره روی روح و روانمون که لزوما خداگاه متوجهش نیستیم ممکنه از درون داغون باشیم از درون آماده کلاپس کردن باشیم یه ذره حواسمون به این قضیه باشه یعنی حالا مطلب و اینا بی بی سی گذاشته بود که چه جوری مدیریت کنیم یه وقتایی در رو به خودمون اختصاص بدیم هم حالا مدیتیت کنیم یا حواسمون باشه مدام اخبار نخونیم و اینا اینا رو جدی بگیرید یه جایی میرسه که زمینگیر میشیم خیزم نمیتونه تمرین هم. هم نداشتیم هیچ وقت تو همچین شرایطی نبودیم هیچ انسانی تو دنیا توی همچین شرایطی تمرین ده. ده. نه آخه باسه میگم که تو تئوریش همه این مثلا منم دیدم اون پست بی بی سی و اینا رو میک سنس میکنه میفهمی که باید چیکار کنی اینا ولی یه روز که میای حالا یا نصف روز میای من مثلا به خودت برسی یکم همه چیز آروم بشه و یکم فاصله بگیری اینا از اون ور یه از وجدانی میاد تو میگه که آقا خبر نداری چیکار میکنن الان اتفاق افتاد الان باید میری مثلا استوری میبینی تویتر میبینی توی تو همین مثلا نصف روز کلی اتفاق افتاده کلی دوباره جنایت شده اینا از اینو عقب موندی بعد اصلا یه, یه سیکل معیوب یه پیشنهاد بدم حالا برای خود من این بیشتر کار میکنم بیشتر برای کسایی که حالا به صورت مستق... حالا خارج از کشور هستن به صورت مستقیم توی اتفاقایی که داره میفته توی ایران درگیر نیستن و تویتر و اینستاگرام و تمام فضای مجازی و سوشال مدیا و اینا روی در واقع ترند شدن کار میکنه و چی معمولا ترند میشه یه صحنه خیلی در واقع خشنی اتفاق خیلی بدی که داره میفته حالا برای هر جناهی که هست ام. چه برای کسایی که حالا دارن انقلاب میکنن چه کسایی که دارن سرکوب میکنن اینا به واسطه اکستریم بودنشون به واسطه اینکه خیلی حال صحنه عجیبیه خیلی بیشتر تاثیر میذاره روی ماها و ما که توی توییتر داریم میچرخیم شبانه روز فقط میبینیم که اوکی یه صحنه خیلی بد اتفاق افتاد یه تعداد خیلی زیادی آدم مثلا مجروح شدن یا مثلا ساچمه خوردن هر چیزی این واقعا خیلی اثر بیشتری میذاره من کاری که میکنم من اونا زنگ به دوستم که تو باشون صحبت میکنم یعنی اونا در مورد اون اتفاقای معمولی هم که میفته توی طول روز حالا توی همین تظاهراتی که وجود داره صحبت میکنم و این خودش به قول خارجی ها میگن گوز لانگ وی تو ام. رو خیلی بیشتر در واقع آره اتفاقای خوبی هم که میفته و الان یه چیزی هم که هست یه اتفاقی هم یعنی که هست برای در واقع به نفع کسایی که دارن انقلاب میکنن کسایی که خواهان حال گرفتن حقشون هستن الان یعنی کمبود کمبود که نه آدما معمولا نه دوربینی میبرن با خودشون برای حالا به واسطه خبرایی که اومد بیرون که اگر گوشیتون همراهتون باشه ممکنه براتون در سر بشه این می ایم واسطه نیست که توی توییتر خبرای خوب کمتره واقعا شاید اونقدر نش پیدا نمیکنه و اونقدر دانش نمیشتویم یا ثبت نمیشه اونقدر ولی خب این جور جاها میشه به صورت مثبت هم ازش استفاده کرد واقعا از توییتر و بقیه جا آره دیگه اگه به جای رسیدی که بعد واکنش فیزیکی داد یعنی درد فیزیکی داشتید اونو جدی بگیرید به خاطر اینکه ما همتون رو سالم نیاز داریم سالم ماها سالم شماها خیلی بیشتر کمک میکنه به این روند تا ناسالممون یه چیزی هم حالا چرا الان یادم افتاد آقا این فیلم هایی که میاد یه چیزی من برای خیلی عجیبه سآ... عجیب سآله. که نه دلشون میدونیم سال تمام عزیزایی که پرپر شدن توی این داستانها کشته شدن یا حالا دستگیر شدن چقدر قشنگن همشون خب این مثلا اون پسری که توی عراق بود سر بود مم. اصلا اون فیلم های آشپزیشو چقدر لذت پخش بود یا بچهایی که <تصفح> همه میدونن فیلم رقصشون میاد فیلم آهنگ خوندنشون چقدر قشنگن چقدر انسانن مهم. یه دونه اسم اون مس... پسر فرشاد بود محشد. محشد، محشد، محشد. محشد. آره محشد. این قشنگیه رو اصلا میبینی میفهمی چقدر این انسان بودنه قشنگه یه دونه ما مسئول تو این کشور نداریم که بیاد چهرهشون قشنگی رو داشته باشه قشنگی که میگم ظاهر نیست و اجزای چهره نیست مدل بودن اینه که صحبت نمی کراحت دارن این لامس ولی این بچه هایی که اینجوری پرپر میشن یا یه استوریش هم گذاشتیم دست نوشته که الان بچه ها میرن تو خیابون پخش میکنن این که با مواد. اصلا این رو آدم میبینه از شدت قشنگی تو در جا عشق میریزی <applause> زیادم هستا یعنی جاره. من از چند تا از دوستان برام فرستادن که گرفته جاره. بودن جاهای مختلف اون بغلای مجانی که میرن اونا فوق العاده است اینا همه قشنگیه توی هیچ کدوم از اینا شما یک ذره کراحت و دورویی که این نام از سبب تاثیر میکشن ما نمیبینیم آره بریم حالا مبحث آخری که امروز صحبت میکنم اینو ش... ام... گفتم امروز شروعش میکنم امیدوارم بتونم اون منابع موثقی که مد نظر رو پیدا کنم بعد هر ادامهش بدم داستان پروپاگنداه این داستانیه که در واقع رژیم های حالا دیکتاتوریپ توتالیتر از این موضوع استفاده میکنن نه فقط رژیم همه اصلا کمپانی تا... کل دنیا روی اه... پروپاگاندا سرمایه گذاری میکنه شما اخبار داخلی مثلا کمپانی اه... که دوستشون دارین هم بخونید همشون روی پروپاگاندا ما خوبیم بقیه بدن حالا این رژیم‌های های یه مدل دیگه از این ابزار استفاده میکنن تعریف چیه میگه از ابزارهایی مثل لغات یعنی صحبت یا جایگزینشان جایگزین ها چیه یکیشو هممون میدونیم چیه تصویر گراف، رژی آهنگ استفاده میکنن که به یه هدفی برسن اه. خب میدونم ورزشگاه از... پر فر... کنم مثلا. آره آهنگو میدونیم دیگه هممون سلاتین این قضیه هم برید ببینید کره شمالی اه... چه جوری از این ابزار استفاده میکنه حالا ولی شما پروپاگاندا رو که سرچ کنید در واقع بزرگ این قضیه ناتسی های توی آلمان بودن اصلا اونا یه در واقع در جدیدی رو به پدر پروپاگاندا آره سرچ که کنی تمام مطالبی که می هم خب خیلی خوب مطالعه انجام شده ولی باور نکردیم مثلا یه مثالش اینه جنگ جهانی دوم بهار 1940 39 شروع شد 1940 آلمان رسیده بودن جلو فرانسه لشکر آلمان جلوی لشکر فرانسه این دیگه در شرف جنگن رادیوی آلمان به زبان فرانسوی پخش می‌شده که نیروهای فرانسوی اون جلو بشنم خط مقدم چی میگفته بین خب آل... فرانسه و انگلیس هم پیمان بودن این مثلا آلمان و ایتالیا بودن بعد ژاپن پیوست میگه رادیو آلمان به زبان فرانسه به فرانسه به سربازه فرانسه میگه هم پیمانان انگلیسی شما کجان کنار شما تو خط مقدم و نه توی کلاب های پاریس با زنای شما معلومه که اونا نمی جنگن کنار شما این میشه پروپاگندا تعریف شیست. پروپگندا. از ابزار زبانی استفاده میکنه که به هدف خودش برسه مشابهشو داریم دیگه مترقی ترین انقلاب دنیا داره شکل میگیره با شعار زن زندگی آزادی بعد این نوابیقشون میان توی تلویزیون میگن که اینا دنبال برهنگی و هم سکس گروهی ذهن مریضه دیگه طرف رو آوردن با تمام اقدای جنسی که داره میاد مثلا شرال زن زندگی آزادی رو یه مدل دیگه تفسیر کرد و گفت اینو اینه مثلا این میشه پروپاگندا نه نه اینا دنبال اینن که چادر از سر خانم چادری بکشن نه همچین اتفاقی افتاده نه قراره بیفته نه اصلا به کسی ربطی داره مسئله مذهب و پوششون یه مسئله شخصیه به هیچ کسی تو شما دوست دارید چادری بیا بیرون دوست داری با آزاد بیا بیرون به کسی ربطی نداره ربط جایی پیدا میکنه که تو تفکر تو به زور بیای بکنی تو مغز من ای دقیقا عین اینه, اینه که من بیام ایمان رو مجبور کنم بره شورتی رو بپوشی که من دلم میخواد عین اینه, اینه یعنی من بگم من از این شورت خوشم میاد یعنی این راحت تو بیبرو اینو بپوش آخه میدونی اگر که قبلا این در واقع کار رو تو با من کرده باشی اگر من دارم حالا تو رو سرنگون میکنم تو هم نگرانی دیگه آدم واقعا میگن کافر همه رو به کیش خود پندارد واقعا طرف شاید فکر میکنه که این مردم هم مثل خودشون هم که متاسفانه نه دیگه نشون دادن که نه اون, دا اون دا که صد درصد دا دا نشون دادن آره. این مشابهش شعار میگیره نه اینو دنبال برهنگی فلان آره باشه بعد حالا دیگه کنید چقدر شبیه توی 1933 حزب نازی آلمان که سر کار میاد میگن توی اون بازی 100 هزار تا آلمانی رو بدون محاکمه زندانی کردن اه چقدر شبیه چقدر اتفاقات مشابه ایران میفته او باش نازی کسایی که فکر میکردن مخالفشون ش... مخالف هستن شکنجه میکردن تحقیر میکردن میکشتن توی 6 ماه دموکراسی آلمان رو از بین بردن کلا قوانین ضد یهودی درست کردن احزاب مخالف رو یا بستن یا مجبورشون کردن که منحل بشن شش شیش ماه بعد کشور شد تک هزبی. کدوم کشور الان تک ایران کدوم کشور؟ چین کره شمالی. شمالی آزادی بیان تو این کشور چقدر؟ روسیه سفر آره تک همین میشه که از اون به بعد هیچکی تو دنیا اسم بچهش رو ایدالف نزاشت آدولفی که ما میگیم هیچکی دیگه اسم بچه‌ش رو نذاشین به عنوان بزرگترین جنرات کار تاریخی میشناسن حالا در آینده ایران هم میبینیم دیگه اسمای چه مدل اسمای به کار نمیره بخاطر اینکه تو ذهن هیچ کسی اینا نمیمونن حالا اینا یه سری تکنیک دارن خب اینا تکنیکایی که مثلا دیگه خیلی خز و همه کمپانی‌ها ها اینا هم ازش استفاده میکنن من مطمئنم تکنیکایی که این آدم استفاده میکنن مثلا یه چیزای جدیدی که از کره شمالی و چین و اینا تازه جنریت شده اومد روسیه مثل... روسیه هم واقعا یه طولایی داره توی یه ذره مدلش من فرق داره ولی خب آره به واسطه مثلا اروپایی بودنش نصفش یکم متجدد آره این تکنیک نیم کالینگ یا استریو تایپینگ مترقی ترین انقلاب دنیا رو بهش میگن چی اختشاشگر اون احمدی نژاد اومد گفت خاص و خاشاک <تصفح> نیم کالینگ استریوتاپ میکنن تو که اینجوری تو اینی مثلا تو دنبال برهنگی که در واقع از این اسامی استفاده میکنن که سلب اعتبار کنن از اون جنبش شما و اون کیفیتی که شما به دنبالش هستین آها دومی دو ویرچو یا والیوز ارزش <تصفح> <تصفح> ها عقاید دیدی به خودشون میگن ارزشی <تصفح> <applause> <applause> یارو <applause> خیلی سخت فوش ندادن هم میکنی <applause> آره خب. نه فوش ندی یارو توی مترو یه خانمی رو میبینه که رو سرش افتاده میاد داد میزنه ما این همه شهید ندادیم که شما اینجوری راه برید یه ویرچو یه ارزش یه عقیده یا اون بالا نشوندن که آقا من که دارم تو رو سرکوب میکنم به خاطر اون ارزش است که همه قبول داریم نه همه قبول نداریم نه اصلا ارزشی به تو هم ربطی نداره این همه فرزند شهید اومدن صحبت کردن که آقا پدران ما برای جنایات شما کشته نشدن اهداف دیگه ای داشتن وطن پرست من نبرد حق علیه باطل این که اصلا دشمن دیدی همیشه ما دشمنی داریم عینا کتاب 19 شده چار تو همیشه نیاز داری یه دشمن داشته باشی بدون دشمن که تو نمیتونی زندگی کنی باید تورم بدبختی فساد دزدی همه اینا رو گردن یکی بندازی دیگه ام. میایی میای با افتخار میگی که ما امترین کشور جهانیم بعد ادعا میکنی داعش که تو شاه چراغ تیراندازی کرد تمام آدم های تو خیابونم که از بیرون دارن پول میگیرن خبرنگارا بودم که از بیرون پول میگیرن اصلا تربیت شدن. شده, اسرائیل اسرائیل آخه خیلی اذیت کنه واقعا دوش. من اذیت یعنی از کمبود خوش و ذکاوت در این حکومت سرکوبگر بچه کش آدم واقعا اذیت میشه یعنی واقعا نمیتونین که تصور کنید که یه نفر وقتی میارید باش مصاحبه میکنید و اون فردا روز انش در میاد که با طرف سرهنگ مملکت مثلا فقط تو شاچراغ نمازگذار نبوده خاله. خیلی زوی آخه اون خوبش چیزه اون گشت شده ما سه تا پنج تا ماشین داریم که دو تاش خرابه منم تا حالا تو زندگیم دروغ نگفتم هر کسی تو دنیا به شما میگه من دروغ نگفتم مطمئن باش اون آدم دروغ اصلا فکر کنم کسی نگه هم تو نمیگه حالت عادی دیگه چون که همه... تا حالا دروغ نگفتم حداقل میتونه بگی الان دروغ نمیگم ولی تا حالا دروغ نگفتم میگه صد هرکس صد هر کس خنده حوزا یعنی پوزخندی که شما میشناسه نه این فیدبک های آنی که دیگه باست. اینا دارن میگیرن خیلی د. خیلی خوبه به نظرم آره, آره. 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 اگر سوم The good old testimonial آه. آره یعنی چی؟ یعنی که شما خودت که میدونی اعتباری نداری برای اینکه به حرفت اعتبار بدی دست یکی رو میاری میکشی میگی که این آدم حرف منو قبول داره من به واسطه تایید این آدم آدم معتبری هم. حرف من معتبره خب مثلا میرن چه میدونم کردها و بلوچ ها رو سرکوب میکنن اینو ربطش میدن به جنگ های صدر اسلام میگن که مشابهش اون موقع اتفاق افتاده و حالا اون آدم مقدسی که یه سری از ماها بهش باورداری اون موقع همین کار کرده اون ما هم همون کار میکنیم و دیگه میدونید دیگه و مورد چهارم پین فولکس یا کامن پیپل این دیگه زندگی کردیم هشت سال احمدی نژاد پوپولیست آب و برق مجانی پول نفت نام آب و برق مجانی که از قبل گفتم مسکن مهر آره مسکن مهر رو نام. پول نفت روی سفره مردم یه سری حرف میزنن که خیلی دیگه ساده است و مثلا همه قرار بفهمن و اینا اینا ابزارهای پروپاگانده. ببین حالا یه چیزی که هست اگر که آگاه باشی به این ابزار پروپاگاندا و بدونی که کی دارن از این استفاده میکنن و چه جوری استفاده میکنن خیلی هم میتونه فکاهی باشه این قضیه واقعا یه رفه بعد از یکی از همین حالا در واقع انقلابایی که انجام شد حالا توی یکی از این شبایی که مردم ریخته بودن بیرون و در واقع داشتن داد خواهی میکردن <applause> فرداش من هر از گاهی برای اینکه روح و روانم بیشتر از زیاد بشه میرم شبکه شیش نگاه میکنم شبکه شیش یه سری آدم آورده بود که باشون مسابقه میکرد که اینا از در واقع مردم بودن کسی که میشنون کوتن کوت مردم بودن و خب اولا که هیچ هجاب درست ندارن اگر که با اونو هستن به خاطر نشون بدن که ما اصلا مشکل با نیست و آقایون آقایونی هم که وجود دارن حرفایی که میزنن خیلی این در حالت عادی نمیتونی حرفا رو بزنی اگه بزنی به خاطر همون حرفا ممکنه بری زندان ام. اینو به این دید که این واقعا یک برنامه تنزه اگر که نگاه بکنید خیلی جالب میشه یعنی واقعا حرفایی که توش زده میشه انگار که واقعا یک کسی که تنز نویسه واقعا نوشته بعضی واقعا اتفاق میفته یعنی حرفایی که این اشخاص میزنن که حالا همشون هم در واقع برای یک گروه هم برای یک حالا با یک دید و منطق میان اونجا واقعا حرفاشون فکریه واقعا تنزه یعنی <applause> تو وقتی میگی می نه آقا مثلا این افراد دارن اختشاش میکنن و ما آزادی داریم خب این واقعا تنزه دیگه و واقعا باید تنز باش برخورد بشه و اتفاقی که الان میفته به قول چیز به قول فرهاد میگه که این ریاکشن های خیلی سریعی که الان دارن میگیرن خیلی جذابه به نظر من قبلا اینطوری نبود قبلا شاید بین آدم اختلاف بود مثلا تو سری دعوا شد تو توییتر ولی الان همه تقریبا متفق قول میگن که اوکی یه همچین پروپاگاندایی اومد بالا این به این دلیل اشتباهه و همه میذارنش کنار یه در اعتراف اجباری اومد بالا این به این دلیل اشتباهی آه و آه همه میذارنش کنار یا مثلا حالا چون یه نفر یه یه اشتباهی میکنه یه حرفی میزنه از اپوزیسیون همه میگن که آقا مثلا این اشتباه بود ولی بیایم بذاریمش کنار بریم جلوتر یعنی به جون هم دیگه نیفتیم الان یک یک درد مشترک یک انمی مشترک هدف بزرگتر داریم این خیلی جالب بود این مصاحبه ای که میگی من یه روز بود که اخبارش صبح اینجا در واقع من بیدار شدم دیدم فقط رو توییتر میخوندم که یه همچین, ویدیو خو... یه همچین ویدیو اومده و همه گفتن اصلا نشش ندی نا... سکرول کردم پایین دنبالش هم نمیدام که ببینم ولی اخبارش کنم اصلا نیومد رو فیدم. من دنبالش بودم ببینم و واقعا نمیدم. رو فیدم رو فیدم نمیدم. نمیدم و خیلی حال کردم از این موضوع میگم حالا ببین این ابزار پروپاگاندایی که وجود داره برام ما خیلی نوعه یعنی خیلی از ماها تجربهش نکردیم نمیشناسیمش منی که میگم من دنبالش بودم ببینمش واقعا از کمبود دانش بودا یعنی اون موقع فکر میکردم که نیاز دارم یه همچین یعنی ویدیویی که اومده رو ببینم با چشم خودم حالا ببینم و نسبت بهش یه احساساتی داشته باشم ولی بعدش که با کارون صحبت کردم و بعدش هم که رفتیم حالا تظاهرات ونکوور اونجا هم در مورد این صحبت شد که آقا دمتون گرم که این ویدیوی اجباری که اومد و نش ندادین و من اونجا برام کلیک خورد که آره این چقدر خوب بود که اتفاق افتاد یعنی من نمیدونستم و دنبالش بودم داشتم مثلا میخواستم برام پیداش بکنم و شاید توی ذهنم این بود که اگر که ویدیو دیدم باید ریتوییتش بکنم مثلا بزنم همه ببینن که بدونن این طرف تو چه شرایطیه ولی همین که در واقع با بقیه صحبت کردم رفتم تو این تظاهرات چهار تا نظر مختلف رو هم شنیدم بنچریستم که نه اصلا باز نش ندادنش خیلی به نفع هم است به خاطر اینکه های بزرگتری وجود داره این اینم هست ببین حالا نگو از دانش کم اینا از تمام ویژگی های روان شناختی استفاده میکنن که ما رو بندازن تو این تله من خودم دیروز تو این تله افتادم توی تله کانفرمیشن بایس کانفرمیشن بایس میگه که تو میری میگردی دنبال اون اطلاعاتی که حرف تو رو تایید میکنه ما عکس یه خانوم بلوند بدون روسری میبینیم وسط تظاهرات ارزشی من اون لحظه اینجوری که به شجاعتی و یه عکسی هم از بالا اومده داره بحث میکنه باهاش عکس خوب من خودم رو توی پیج خودکاست خود کس کردم و خیلی خوشحال بودم کامل تا گردن تو تله اینا. اینا یکی از از چند تا از عزیزان حالا اشاره کردن که اینجوری ذره زمان گذشت رو رفتیم وه به عکسی که منتشر شد اون کسی که عکس منتشر کرده ارزشی با عین از قبل عکس ارزشی زیاد انتشار داده و اینا در خدمت اقتدار خاورمیانه است <applause> ولی ببین از افتادن توی این دامه که اشکالی نداره اصلا اینا طراحی شدن این که ما بیافتیم توش ما افتادیم ولی قشنگش همینه که ایمان میگه هوش جمعیه توی توییتر چهار تا آدم باهوشتر از من نشسته من میافتم تو این دام اون میاد میگه نه اصلا رفیق این دام این این اینم مدرک تو هم خب عقل میشین فکر کنیم به به افتادیم تو دام کار تو اسلام میگه آره. قشنگیش اینه یعنی اونا که به اندازه عموم مردم که هوش و که ندارن از قبلا هم الان ما گفتیم از هر از رو دست هر کسی هم دارن می نویسن ایران نه چین نه کره شمالی نه روسیه است دیوی سال ایران سرکوب شد صدر اسلام بعدش پس گرفتن کشور رو و نه کشورهای اطراف یعنی اون قدرت ها رو مثال زدی سوریه و چه میدونم یمن و اینام نیست ایران یعنی ایران واقعا یه آره یه کشور و همه اینا داره مدام در واقع مردم با هم دیگه آگاهی میدن میافتیم تو تله اشکالی نداره خودخوری نداره اشتباه رو اصلاح میکنیم یا یعنی این بیرون ازش به مسیر ادامه میدیم و کار همینه انقدر در واقع اینا ادامه میدیم تا حالا من به... شاید اینو اشتباه بیان کردم یعنی اون چیزی که میخواستم بگم نگفتم منظورم بود که نه. اون هوش جمعی که الان وجود داره واقعا برای یادگیری آدما داره فعالیت میکنه قبلا اینطوری بود که این هوش جمعیه شاید مثلا بعضی ازش استفاده میکردن بعضی برای حالا خراب تخریب هم دیگه استفاده میکردن ولی الان آدما واقعا دارن آدم به هم دیگه یاد میدن یعنی حالا من یکی جالب بود توی توییتر به من نمیسی زده بود تو که بیسیاری توی این اسپیس ها هستی حداقل بیا یه سامری در موردشون بده واقعا حضور داشتن توی این اسپیس های مختلف توی توییتر حالا تو کلاب هاوس من یه ذره نسبت بهش عجیبم احساس میگم حرفایی تو کلاب هاوس زده میشه خیلی خیلی ارزشی توش بیشتره تا تو توییتر اساسا تو توییتر آدما فیلتر شدن بیشتر حرفایی که زده میشه راهکارایی که داده میشه حتی بعضی موقع راهکارهای اشتباهی هم که داده میشه برای تو یه در واقع یه گوشه از ذهنتو باز میکنه که اوکی اصلا سمت این راهکار نرم سمت این جور حالا در واقع دادخواهی نرم سمت این جور کارا نرم این خیلی کمک میکنه و من همیشه الان به تمام افرادی که دوست دارن در جریان باشن بهشون پیشنهاد میکنن تو این اسپیس ها باشن بعضی موقع اسپیس ها خیلی در واقع خشن میشه خیلی آدما ایموشنال میشن خیلی احساساتی میشن دمیزی که میخوان صحبت بکنن و اونم مهمه یعنی دیدن اینجور احساساتی شدن آدما دیدن اینکه آدما ممکنه اون حالا به قول خارجی ها میگن کولشون از دست بدن نتونن درست حرفشون رو بکنن اینا هم جالبه ما روزای اولی که توی این حالا تظاهرات که داشت اتفاق می افتاد آدم ها این خیزش عمومی اتفاق افتاده بود واقعا خیلی سخته بود بخوایم بفهمیم درکش بکنیم عکس عمل مناسب نشون بدیم ولی همینطوری که توش قرار گرفتیم پنجاه روز رفت جلوتر توی اسپیس های مختلف چیزهای مختلف خوندیم عکس های مختلف و در واقع دیدیم رفتیم, رفتیم، ریفر کردیم به تاریخ برگشتیم که در تاریخ چه اتفاقایی افتاده قبلا چجوری جوری باش مقابله شده میگم آدم خردمند کم نیست توی جامعهمون و کسایی که الان دارن لید میکنن کسایی که دارن در واقع این خیزش رو جلو میبرن و مردم رو راهنمایی میکنن فقط با بدونیم که میخوایم یاد بگیریم یعنی حرف اصلی نه ببخشید من زیاد من میخواستم یه چیزی ام. که رفت به اول حرف در مورد مناظرهایی که گفتی دیده بودی کانان شیش. من یه چیزی که متوجه شدم فکر میکنم یه هفته ده روز بعد از در واقع قتل محسا امینی متوجه شدم این بود که شروع شد یه به صورت سیستماتیک یه سری برنامه هایی توی شیوه شبکه چه؟ آره حالا یا شبکه مختلف yeah. و اینا مناظره داشتن در حد, در حد مثلا سوئیس آزادی <تصفح> آره که دیگه اینجا مثلا هر کی بیاد نقد کنه و اصلا خط قرمزی نیست و اینها و به قول تو خیلی مسخره بود و خیلی واضح بود ولی یه چیزی که وقتی که اینها رو من میدیدم تو ذهنم بود این بود که خب اگه حاکمیت بخواد اولویت بذاره برای پروپاگانداش 100 درصد ایرانی های داخل ایران اول لیستن هر کسی که داخله تا حالا بعد خارجی ها و ایرانی های خارجی و چیزی که بهش فکر میکردم این بود که چند درصد مردم ایران داخل ایران واقعا اینا رو میبینن رو برایشون تاثیر میذاره اعتقاد من اینه که یه درصد قابل توجهیه هنوز متاسفانه و به خاطر اینکه حالا مثلا شاید یه مقایسه بکنم با جنرش نسل های سن بالاتر توی خانواده خودم که شاید یه نیم ساعت یه یک ساعت یه برنامه یه خبری یه مناظره ای از این چیزا ببینن و روشون تاثیر بذاره و دوست داشتم حالا اینو مطرح کنم تو اگه شنونده هم بگن که مثلا تجربه خودشون تو ایران چجوری بوده و ببین دسترسی به اطلاعات درست همیشه سخت دیگه حالا هرچی این در واقع نسل بیگانه باشه با کامپیوتر و در واقع تکنولوژی و وی پی این و اینا سعی میکنه اون اخباره رو از در واقع شبکه های جمهوری اسلامی یا هر چیز هر راهی که دم دستش هست بگیره یه هم که الان خیلی مهمه برای حالا جوانایی که شاید با تکنولوژی راحتر هستن میتونن وی پی رو بگیرن در واقع بازنش دادن اخباری که داره اتفاق میفته چون خیلی وقتا آدما اصلا هیچ ایده ای ندارن من با کارون دفعه داشتم صحبت میکردم بعضی از اقوام خود ما ها که ما فکر میکنیم که دیگه از اطرافیان خودمون واقعا هم چیزی رو نمیشنویم نمیبینیم شاید فکر کرده بودن که اون تظاهراتی که در برلین اتفاق افتاد واقعا به خاطر سوخت بوده <applause> و این پروپاگاندا دیگه و این دقیقا معنای واقعی پروپاگاندا است که تو یه اتفاق دیگه که افتاده رو به اسم به ضرر حالا همون کشوری که تو اتفاق افتاده به دروغی بگی هیچ هم نیست که جلو تو بگیره دیگه چون که رسانه یه آزادی که نداریم که رسانه آزادی که نداریم که بخواد بگه آقا اینا دروغه شاید خیلی وقتا من خیلی از زمان روزم میذارم با خانواده خودم صحبت میکنم یعنی اتفاقاتی که افتاده رو بهشون میگم مثلا کرج شروع شد عراق شروع شد مثلا کردستان شروع شد این ویدیو ها اومده بیرون این در واقع صحبت ها شده و بهشون در واقع اطلاعاتی که فکر میکنم درسته و خودم تا یه حدی فیلتر کردم در واقعش نشستم تو اسپیس ها شنیدم مطمئنم اینو درسته رو بهشون میگم و اینا خیلی کمک میکنه و ام ابزار پروپگنداس دیگه یعنی دقیقا همون چیزی که کارون داره در موردش صحبت میکنه من حس میکنم یه روند خیلی تک... تکامل تکاملی نمیدونم درستی هنه ولی خیلی زود ادپت میشه یعنی هرچی این جریانه این ور سعی میکنه مثلا این پروپگنده و اینا رو بهش بپردازه اون دوباره ادپت میکنه خودش این ور ادپت میکنه یعنی یه چیزیه که همینجور باید تو خط مقدمه شدن وایسه د... چیز آخر من حرف آخرم بزنم این مطالبی که لیک میکنه آه، اون هم هست خیلی جالب این اخیرا یه چیزی لیک کرد که ایمیل های این چیچیه چی چیه فیلترینگ چی بود لفظش کارگروه یه سری ایمیل لیک کرد بعد همین دو گیگ ایمیلی که دیروز اومد دیگه نمیشه مثلا من چند تا تاشو تا خوندم یک از بچا دمشق دمشکم نشست فیلتر کرد چند تاشو فرستاد ببین جاسوس دارن همه جا باب. یه ایمیل در اومده بود نمیدونم خانم کیکی مسئول نمیدونم بازرسی فلان بانک سامان اسم شماره حساب آدرس یه نفر دیگر رو فرستاد برای اداره نظارت بر فلان و حراست اونش چیز نیست که این آدم از حساب ش... توی بانک سامان با این شماره حساب توی سایت شرط بندی فلان شرط بندی انجام داده آه. باورتون میشه این ایمیلش آخه اینا همش ب... یعنی به ما بعضی موقع فکر میکنیم که سایت شرط بندی و مثلا فلان کسک میاد میزنه شاخ اینستگرامی ولی واقعا برمیگردی نگاه میکنی میبینی که اصلا اونو شبه کنار این که توی بانک سامان ترنزکشن تو رو ترک میکنن که به آره کجا میدونم. پول فر این میدونه این در این قرقان این یعنی توی تمام پاوریسی. ادارات جاسوس است یعنی شغل اون خانمه که این کار کرده جاسوسیه اسمش جاسوسیه و این آدما نمیدونم شب چجوری میخوابن واقعا آره همین دیگه میدونی که الان ارزشی که این اپیزودو بشنوه چی <applause> <applause> ریپلایش همیشه آخه جواب دارن دیگه آمادن میگن سندیت این اون سندیت نداره و یه لاینیه که من به همه توصیه میکنم به هر کدوم از این آدم ها برخورد که هایی جوابشون ندید بره. کلن جوابشونو ندید جواب یه چیزی جایدن احسن. الان مود شده <تصفيق> توی توی تویتر که خیلی دارم پیشنهاد میکنن اینی که آقا بلاک کنید یعنی اون آه. میگن که اون هوم پیجتون رو واقعا خودتون بیاین فیلتر, فیلتر بکنید نسبت به چیزایی که دوست دارید ببینید یعنی من مثلا واقعا عکس مثلا, مثلا؟ بعضی موقع ارزشی؟ ها آره ولی الان یه, یه هفته شروع کردم بلاک کردن اینقدر حال میده صبح اونم میشید دقیقا چیزهایی که مرتبه تر رو نگاه میکنید دیگه ناخاله توش نیست یعنی اینا الان بعد از پنج روز خب خیلی ها فیلتر شدن خیلی ها... حالا میگم اینا خیلی لفظای تویتریه اکانت های ناامد مشخص شدن و تو میدونی که باید حالا اخبارت رو از کجا پیدا بکنی تصاویری رو از را کجا پیدا بکنی و رو بازنشر, بازنشر بدی واقعا چون خیلی ها رو آدم بهشون اسمینا نه آره همین که گفتی اوایل اینطوری بود که الان هم هست ولی خیلی کمتر شده مردم روی اون پست اینتراکشن انجام میدادن یا لایک میکردن یا مثلا میمدن فوش میدادن نقدش میکردن اینا اون به اون واسطه مثلا میمد تو تایم منو من تو ولی الان دیگه همون اینتراکشن هم خرجش نمی یه کار دیگه با جواب یعنی حتی بلاک هم نکنی نه بلاک بکنی. بلاک بکنی باز بالتره ببین نگاه کن اون آدم اون مزدوری که میرن تو خیابون با تو میزنن به مردم اونها یه کارایی داشتن اونی که سایبری یعنی هیچ همون کارایی رو هم نداشته بهش موبایل دادن یارو اومده و پیچیده بود به اکانت ما توی چیز کلا مثلا تو اینستاگرام 12000 هزار نفر فالوور داریم تو از منم میترسی بعد میای با من میخوای مثلا بحث منطقی اینتلیکچوال داشته اصلا اینا جواب ندید این یعنی همون کار برده با تو هم نداشتی که بهش گوشی دادن با عکس فیک و اکانت فیک اون این خیلی کار بردم تو نداری میگم که دیگه همه یعنی من که با اسم و فامیل و عکس و من فقط شما شناسنامه‌مو نزدادم توی توی بابا تهدید میکنی بابا چاوشو ندید راحت یه دیگه من یه نکته هم بگم که دوستش هم بگم توی اسپیس ها شنیده بودم من کاری که میکنم واقعا به این حرف دوستمون میام واقعا عمل میکنم اگر که نکات مهمی توی سپیس های مختلف دیدم مثلا میام اینجا اعلام میکنم یه در یه صحبتی که خیلی شده بود توی هفته گذشته شد توی دو هفته گذشته در مورد که میاد اینه یعنی که هایی که آدرس دارن واقعا درست, درست نیستن آره یعنی میگن که دنبال فراخونایی باشن که آدرس ندارن چون که شما بنویسی مثلا بیا سر کوچه فلان خب این پخش میشه یعنی همون ارزشی که وجود دارن این رو میبینن و میتونه همش تله باشه حواستون به فراخانهایی که در آدرس دارن باشه و اینکه توی حالا هر شرایطی که هستید سلامتی خودتون و جون خودتون از همه چی بیشتر ارزش داره اگر که میخواین کاری انجام بدید اول به سلامتی خودتون به جون خودتون اهمیت بدیم و بعدا به این انقلابی که داره اتفاق میفته من این دو تا چیز خیلی دوست داشتم بگم همه تونو سالم میخوایم حتی همه شونو هم سالم میخوایم آره نه بسیار نبودن ببندیم ببندیم دم همگی هم مرسی که با ما بودید ما دوباره اگر که ببینیم نیاز از حرفی برای گفتن داریم و موقعی که در واقع تونستیم حواسمون رو جمع کنیم میایم و اپیزودمون رو میگیریم اینا همش روی تمام پلتفرم پخش میشه دم همگی هم تا اپیزود بعدی فعلا خدافظ زن زندگی آزادی آره د... حالا تو اپیزود هم گفتیم صحبت کنید با همه با دوستاتون با بقیه کسایی که هم فکرشون هم صحبت کنید هم دردی کنید تاثیر روی سلامت روان خدافز خدافز زن زندگی آزادی